1357. حاجا از کی ساز زدین؟ از سن دقیقا نمیدونم ولی از کوچیکی تقریبا از سن 19. از باباتون یاد گرفتین؟ از کی یاد گرفتین حاجا؟ بابای ما مخالفت نیش بابا گفت نزن بابا تو قربت شدی تو حق ندید دو تار بزنی ولی بعدا یا ورشا دیده ما یک شب دروز به حضرت محمد میخوندم پدرمو از او اتاق دیگر فهمیده از مادرمو پرسه کیه مخانه با پدر گفته پسر گفته پسر من دروز به حضرت محمد پسر من میخانه گفته بله آمد تو اتاق دیگه بودم چایی ها در واقعی ما ترسیدم بلند شدم گفت بشین نترس چون جلوتر برو من کرده بود چون من کرده بود میترسیدم از پدرم گفتم میترسن قدیما بیشتر میترسیدم مثل حالا موقع ندارم در صورت خدا شاهدم آمد خودش انداخت رو صورت ما که ما رو ببوزه اینجا ما زخمی کرد گفت بابا نترس ما الان گریه کردیم گفت چند تا ما گفت نترس ما اینقدر تو ما خبر نداشتم که تو ایجو پسرهی ما خواه کدوم دوتار زن ول هستی و نمیدونست که تو چقدر با محمد آشناگیری با خدا آشناگیری من عاشق تو شدم هر چی دیگم زندگی درو مال تو همه خرج کن حاج آقا شما از دامداری باباتان شروع کردین آبروی ایران شدین جوونا چی کار کنن مثل شما بشن جوونا ای زنده باد من دروغ نگفتم من دزدی نکردم من خیانت نکردم من چاخان نزدم کسی کار سلامتی طبق دستور خدا کار کردم آبروی من پیش خدا خیلی هست من خودم خبر دارم از این پیشتر من عثمانم مشهورم تو دنیا این بگر شوخی هست اون عثمانه که تو شیعه بلند سوان کن وحشت ندارم تو شیعه بدنامه خوششون از عثمان نمید من تو شیعه زندگی کردم عثمان رو بلند کردم وحشت ندارم از کسی هر که چیزی بخواد بما باید ندارم خدا همه چیز داده حاجا موقعی که تار میزنین چه حال هواییه؟ یا حالتی میرد که حالا میدیدم با خدا اصلاف خدایه خدا عاشق موسیقیه یاد کنم دکارم هر که بفهمه بفهمه هر که نفهمه به دیک که نفهمه ایسا دلم تنگ شده اینجا حرف بزنم ولی موسیقی بگم ملکا ذکر تو گوییم که تو پاکی و خدایی نرمید جز به همون را که تو را نمایی تمام دیدار ما نام خدا و ذکر خدای ممکن یکی دیگه این مطربه خواهی کلمه
سخت بریم. ما خجالت میکشیدم چون میدیدی یکی بعدش میاد که بودی تر بزنم. نه یعنی بگنی به چه خوبی نیست. موقع جوانی شغلتان چی بود؟ بعد از او از مدرسه مغازه باز کردم. چه مغازه ای؟ مغازه دکونداری همه چیز بود. خاروبار همه چیز بود. کتاب، دفتر، لباس، همه چیز خاطی بود. حاجا چند تا بچه الان داری؟ تو بگو. شیش تا پسر، سه تا دختر. چند؟ شیش تا پسر با سه تا دختر، نه تا. ها دختر چند تا؟ سه تا. بیشتره؟ نه دیگه، سه تا. فاطمه، همیرا، زهرا. سه تا. شما دو تا گفتی؟ نه ما سه تا گفتیم. سیگاه من نوشم از تو، پسر علارخان و امید. چنده؟ بله. خیلی خوشحال شده. سالها و او کلو قدم موسیقی شما زندگی کردم. حالا اگر یک کمی یاد دارم به خاطر ای از که از دل شما بگرفتم. قربونتم. خیلی خیلی کردم. لازم نیست زبطه، ما چون دلیم امرو خود استاد هستم. نه بمان جواد و حسین از بچه شیعه تعجب کرده بیده. حسین مزشته رضا هم داریم. رضا بار تکمیل کردم همار تکمیل از اشکی نترسیدم. پاشم استادم یک جرات نمیکنه. خدا رو شکر میکنم. خدا رو قلبا شکر میکنم. خیلی به ما محبت شده. یعنی خداوند انقدر به ما محبت کرده که من شکر خدا رو نمیتونم به جا بذارم. همسایه بودن با کسی که به هر حال جز افتخارات ایران هستش، چه حسی داره؟ ایشون چطور همسایه هستن برای شما؟ ما بسیار از اینا راضی هستیم. همسایه بسیار خوبی هستن. مدت چند سال ما اینجا در خیابان خوجیا بهشون زندگی کردیم. بسیار ما از اینا راضی هستیم. همسایه خوبی هستن. اینا بزرگ گیمی خاف ما هستن. بزرگ گیمی محل ما هستن. ما از اینا واقعا تشکر میکنیم. راضی هستیم از ایشون. خانواده بسیار خوبی هستن. واقعا کارشون 20ه. واقعا مایه افتخار ایشون و از همه این که فکر نمیکنم نصیب هر کسی بشه که با همچین چهره ماندگاری چندین سال هم جوار باشه. و خدمتتون عرض بکنم، باور بکنید شب شده تا صبح بچه‌هامون با صدای موسیقی ایشون به خواب رفتن و گاهن نماز صبح ایشون با نوارهای موسیقی قبلیشون با این صدای اذان برای ما یکی تنین اندازه تو خونه. باور بکنید اصلا مثل یه هدیه الهی میدونیم ایشون رو. همسایه خوبی هم بودن برای شما؟ به شدت ایشون غمخوار، غمگسار توی تمام مراسم، چه عروسی بوده چه عزا بوده، مثل یک پدر ما رو یاوری کردن. چون من یک نفر هستم، آلمان رفته هستم، لندن رفته هستم، امریکا رفته هستم، یعنی یک جا نبودم، سر تا سر دنیا رفتم. دروغ نگفتم، چاخان نکردم، پول زهد نگرفتم. چون هر که دوتار مثلا پول میگیره، من پول نگرفتم از احدی. مدرساز بودم، کار زیاد در کار خیر کردم. همه پولی هم خیر عثمان، یک کلام نوکر ایش که نشدم. ساز به
حدود 90 و کلن از این موسیقی و دوتار نزدیک 90 و بیشتر 920 ها بارکالله 920 مدرسه بانی شدم که ساختم مردم پولاش دادن با ما دادن من به مردم گفتم هر چی میخوان بده بده که میخوام مدرسه بسازم مردم پولاش دادن اگه بده مشهد نمیذاشن من بیام گفتم آقا تو مشهد بمان حالا رو اینقدر بدید به دیدن ما بیان که حساب نداره این مردم هست ولی من خدمتگزار واقعی مردم هم. من نوکر عشق نشدم خدمت کردم به مردم به مدرسه به دارو به دکترخانه به همه جا خدمتگزاری کردم